سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه. ما در شهر شیرازیم و داریم میریم به یکی از زیباترین مسجدهای شیراز و حتی میتونم بگم ایران. اینجا مسجد نصیرالملک یا مسجد صورتیه که میدونم خیلیاتون از این مسجد فیلم و عکس دیدید و میخوایم بریم با هم دیگه این مسجد فوق العاده زیبا رو ببینیم و بهتون راجع به این بنای باشکوه توضیح بدیم. اینجا حیات مسجد هستش که به 4 قسمت تقسیم میشه: شبستان شرقی و غربی، ایوان شمالی و جنوبی. اینجا به دستور شخصی به نام میرزا حسن علی خان نصیرالملک ساخته میشه که به همین علت نام این مسجد رو میگن مسجد نصیرالملک. 12 سال طول میکشه تا این بنای باشکوه رو بسازن و در نهایت در سال 1267 هجری خورشیدی، یعنی حدود 135 سال پیش، در دوره قاجار، در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، اینجا ساخته میشه. اینجا هم ایوان شمالی یا طاق مرواریده که یکی از قشنگترین قسمت‌های این مسجد هستش و شاید بپرسید که چرا به این مسجد میگن مسجد صورتی. به دلیل همین کاشیکاری‌های صورتی که دارید میبینید که در همه جای این مسجد کار شده، به همین دلیل میگن بهش مسجد صورتی. تو این ایوان میتونید آیه هایی از قرآن کریم و احادیث رو ببینید و این کاشیکاری های زیبایی که واقعا نمونش رو من خودم حداقل توی ایران ندیدم رو میتونید توی این مسجد ببینید که فوق العاده زیباست. خب بریم به شبستان غربی که بی‌نظیرترین جای این مسجده که میدونم خیلیاتون منتظر رفتن به این شبستان هستید. بریم و اینجا رو با هم دیگه ببینیم. ما الان در زیباترین بخش مسجد نصیرالملکیم، شبستان غربی که فوق‌العاده زیباست. نمیدونم این ویدیو میتونه این زیبایی رو به خوبی نشون بده یا نه، ولی آدم دوست داره ساعت‌ها اینجا بشینه، این پنجره ها و شیشه ها رو نگاه کنه و لذت ببره. اگه برای عکاسی و فیلمبرداری میخوایم بیاین اینجا، بهتون بگم که بهترین زمانش پاییز و زمستونه که آفتاب وقتی از شرق میتابه، انعکاس این شیشه های رنگی حتی تا وسط این شبستان هم میاد و فوق‌العاده میشه و بهترین زمان عکاسی همون پاییز و زمستونه. اینجا دقیقا بیرون شبستان غربیه و همین درهایی که میبینید همون پنجره های شیشه رنگیه که داشتید نگاه میکردید توی شبستان غربی که واقعا فوق‌العاده زیباست. اینجا هم ایوان جنوبیه که اصلا با ایوان شمالی قرینه نیست و ایوان شمالی به نظر من خیلی زیباتر از این قسمت هستش، ولی خب این قسمت هم واقعا فوق‌العاده است. کلا کاشیکاری این مسجد دارم بهتون میگم فوق‌العاده زیباست، یعنی خودتون داره میبینید. این مسجد تو خیابون لطفعلی خان زنده و خیلی نزدیک به جاهای دیدنی شیراز مثل عمارت نارنجستان قوام، خانه زینت الملک، حتی با یه فاصله خیلی کمی ارگ کریم خان، بازار وکیل و مسجد و حمام وکیل. و اینکه قیمت ورودی به این مسجد برای هر نفر ایرانی الان که دارم این ویدیو رو میگیرم نفری 5000 تومنه و برای توریست های خارجی هم نفری 20000 تومنه. اینجا هم که داریم واردش میشیم شبستان شرقی هستش که یه قسمتش اینور موزه هستش و اینجا هم دقیقاً شبستان شرقیه که دارید میبینید، ولی خب شبستان غربی به نظر من خیلی قشنگتره. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو هم تا آخر دیدید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و به این نوع ویدیوها علاقه دارید، ممنون میشیم که از ما حمایت کنید، ما رو سابسکرایب داشته باشید. و اینکه امیدواریم از دیدن این مسجد فوق‌العاده زیبا هم لذت برده باشید، مسجد نصیرالملک. و اینکه براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم هر جای دنیا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.